قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اخیراً سوی رهبر این گروه امضا گردیده با واکنش گسترده در داخل افغانستان و در سطح بین‌المللی مواجه شده است. نهادهای جهانی حقوق بشری از جمله سازمان ملل و شماری از کشورها ضمن محکومیت این قانون خواهان لغو فوری آن شدند. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. گروه طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان طی 3 سال گذشته بیش از 80 فرمان و دستور در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و چندین قانون در بخش‌های گوناگون صادر کرده است. اکثر این فرامین و دستورات بر مبنای ایدئولوژی افراطی و علیه آزادی‌های اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان بوده است. برخی از دستورات هم برای ترویج فقه حنفی و علیه شیعیان و هزاره ها که بخش قابل توجه جمعیت این کشور را تشکیل می دهند صادر شده است. وضع این دستورات یک جانبه طی 2 دوره سلطه گروه طالبان در افغانستان نشان داده است که قوانین یاد شده در جامعه با جبر و زور اعمال می شوند، اما در میان رده های مختلف طالبان نادیده گرفته شده و حتی خلاف آن عمل می شود. تناقض در وضع قوانین و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که میان حرف تا عمل این گروه فاصله زیادی است. با این حال وضع قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر و امضای آن از سوی رهبر طالبان با واکنش‌هایی در سطح داخلی و بین‌المللی مواجه شده و به شدت محکوم گردیده است. در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان صدا، صورت و بدن زنان عورت دانسته شده و تأکید گردیده است که باید پوشیده و پنهان بمانند. در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل ضمن محکوم کردن این قانون آن را یک حمله وقیحانه به حقوق بشر دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است. سازمان عفو بین الملل روز 3 شنبه 6 شهریورماه با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این قانون تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی را به صورت آشکار نقض می کند. همزمان با این سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان حقوق بشر ملل متحد، سازمان حقوق بشری رواداری، کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا، بریتانیا و ژاپن ضمن محکوم نمودن وضع و امضای این قانون ادامه وضعیت را غیر قابل قبول خواندند.